أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين مسئله نبوت ها مسئله سرنوشت ساز برای بشر حتی جمعی از مشرکین مکم با اینکه مشرک بودن تاثیر بطه را در موضوعات جزئی قبول داشتن که این بطه تاثیر داره اما خدا را قبول داشتن که خالق آسمان ها و زمینه ولا ان سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله اي اي قران میګا غره دي مشرکین سوال کوي کی اس ما اسمنه او زمينه کی خلق کردهونه فورن جواب ميدن کی خدا پسونه به خدا معتقد بودند در غرب هم قسمي کې قبلا گفتم امروز دي زيادي دي استند نبوت قبول ندارند شريعه قبول ندارند ولي وجود خدا را قبول دارند وجود خدا ون چی از نظر فطرت انسان و چی از دلایل به عقلی و فلسفی و حتی از نظر علوم تردید ناپذیره مردم ام به فطرت خود ام به عقل خود ام به انکشافات علمی که شد وجود خدا را غالبا قبول دارند مشرکین هم قبول داشتن ولی اسلام قبول نداشتن نبوت قبول نداشتن نتیجه یکی یکی اگر انسان هیچ خدا و پیغمبر را قبول نکنه یا خدا را قبول کنه و نبوت قبول نکنه اردو یکیه و درد نمیخوره اما در جلسه گذشته گفتم که مردم الان در قرن بیست و در قرن 20، در قرن نوزده از دین روگردان شدن و اونا تا حق داشتن دینشان هیچی نداشت اصل اولشان تسلیس به بنبست می رسید یک مساوی سه لذا یک ده مجبور شدن که این تسلیس رو توجیه کنن و توجیه نپذیره یک مساوی سه نمیشه شریعت و قانون نداشتن مردم از این دین گذشتن ولی اونا اشتباهشان در این بود که فکر میکردن فقط یا بی دینی یا می دینی که در غرب حکومت میکن حکومت داشت اگر اونا تفاوت میکردن شاید میفهمیدن که یک دین دیگه موجود داره هم شریعت داره قانون داره و هیچ اصلش از اصول اعتقادیش به بنبست نمیرسه قبول میکردن ما امروز در غرب زیاد داریم که مسلمان شدن از خود غربی ها مسلمان شدن اسلام قبول کردن با تمام تبلیغاتی که علی اسلام میشه ولی جمعی زیادی الان معتقدن. اتفاقا یک کتاب را تقریبا چل نفر از دانشمندان فرانسوی نوشته بودن اونا تحلیل کرده بودن دانشمندان علم الاجتماع به این نتیجه رسیده بودن که چند نسل بعد فرانسه اکثریتش با مسلمان ها میشه و بر اساس دیموکراسی غربی مسلمان ها حکومت به دست میگیرن یک علاقه به اسلام وجود داره اگر تبلیغات ضد اسلامی کمتر شود و تبلیغات صحیح و سالم باشه و, اسلام را از لباس خرافات بیرو کنن و درست ترویج کنن مسلما اسلام بیشتر بهتر زمینه پیدا میکنه خرافاتی که به اسلام چسبیده شده گای دشمنان اسلامی کار عمدن کردن و گای خود مروجین نادان اسلامی ی زړه را به اسلام را څنګه او اسلامه با خرافاتا لوده کړل کی بدبختی علاج نه داره با هر حال مسائل نبوتہ برائے انسان سرنوشت سازه خدا حکیمه هیڅ کاریش به حکمت نې این موضوع امروز از نظر علوم تجربی ثابت شده که همه چیز علت داره نظام عالم متقنه این ممکن نیه که خدا انسان را بیهوده خلق کرده باشه حیوانات بیهوده خلق نشدن نباتات بیهوده نیستن همه از خود علت داره طبعا ما باید علت خلقت انسان هم قبول کنیم اجمالا ببین ای آیه مبارکه ظاهرا در, در سوره تاهای آیه پنجام سوره تاهایه مباحثهای است بین فرعون و بین موسی اوره نقل میکن قرآن موسی میه ک خدا شما کییه مثلا با فرعون به موسی میه ک خدایت کیه میه ربنا اللذی اعطا کل شیئا خلقه ثم هدا ببینین شما که چی میگه گمان نکنم در هیچ کتابی شما تا به امروز دیده باشین این موضوع میگه موسی میگه پروردگار ما کسیه که به تمام ماهیات لباس هستی و وجود پوشانید ماهیات موجود شد این را خدا ایجاد کرد به اما چیز یعنی به همه ماهیات لباس استی را عطا فرمود ثم هدا ببین یک کلمه به اصطلاح ادبی یک جمله ثم هدا سپس اونها را هدایت کرد یعنی به سوی کمالشان از یک بم درجونی هم یعنی کلمی کوچی هدا بیشتر ارزش داره یعنی بعد از او که اینا را خلق کرد خل یناره هدایت کړه به سوی کمالشان زندګانی یا بالاتر زندګانی کې موجودات غیر زنده‌جان هم شامل شوه هستی در عالم وجود به معنی تکامل هیڅ توقف او رکود در کائنات وجود نداره اما به سوی کمال لاحق خود کې عصب استعدادي بیولوژي خود دارن هر موجود از خود استعداد داره بس سوی او کمال خود حرکت میکنه مجرد استعداد که کفایت نمیکنه باید کمال به فعلیت برسه لذا تمام کائنات از کاکشانهای های بزرگ گرفته تا به ملکول ها و اتم ها همه رو به تکامل حرکت میکنه الکترون ها پروتون ها نوترون ها ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه به همه چیز لباس استیره، را عطا فرمود پوشانید ثم هدا بعد اونا را به سوی کمال لائقشان هدایت کرد تکامل معنای شمیه یعنی رفتن به سوی کمال تمامی موجودات برای تکامل آفریده شده که به سوی کمال خود حرکت کنند از او جمله انسانم است انسان وظیفهش از تمام موجودات تقریبا باید بگویم اگر قطعی نگویم حد اقل در کره زمین وظیفه انسان و تکامل انسان از همه موجودات بیشتره یه حد اقل در منظومه شمسی ما اگر همه منظومه شمسی را نگیم حداقل در منظومه شمسی ما از تمام موجودات وظیفه انسان سنگینتر و وسیع چون استعدادش بیشتره مقامی که به او عطا شده او مقامش خیلی عالیه مقامش جانشینی خدا در روی زمین ای عرف پرت و پلای بیوده که میگن برعکس که در اسلام انسان ارزش نداره فقط انسان در راستای مکلفیت هایشان به دین مطالعه شده اشتباه انسان فقط میخوام بگم که این اتهاماتی که وارد میشه درست 180 درجه از واقعیت های انحراف داره انسان در دین جانشین خدا در روی زمینه جانشین خدا در روی زمینه زمین با او سپرده شده که زمین امران کنه آباد کنه اجتماع آباد شوه ام به خود برسه و ام به دیگرها برسه و تمام کره زمین در اختیار انسان قرار داده خلق لکم ما فی الارض جمیع خدا تمامی انچه که در روی زمین برای شما خلق کرده با ای کرامتی که خدا به او داده و بعد میگه لقد کرمنا بنی آدم ای تکریم تکریم تکوینیه و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته